يا أبا صالح يا أبا صالح وجود نازنین خاتم انبیا محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند صم برؤیته وافطر برؤیته، یعنی با دیدن ماه رمضان رو شروع کنید، روزه گرفتن را شروع بکنید، وافطر برؤیته افطار کنید، عید فطر کنید با دیدن ماه شوال. این کلمه رؤیت رو که وجود نازنین خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده فرموده اند، در زبان فارسی یعنی دیدن معمولی. رؤیت یعنی دیدن معمولی. پیامبر خدا نفرمودند که با ابتداء ماه شروع کنید. خوب توجه بفرمایید، بعضی خیال میکنند که ما باید در ابتداء ماه شروع بکنیم. اگر کلمه ابتدا، ابتدعه کلمه عربی هست، اگر پیامبر خدا کلمه ابتدا رو شروع میکردن، استفاده میکردن، یا خود کلمه شروع هم عربی هست، اگر وجود نازنین خاتم انبیا کلمه شروع، کلمه ابتدا و این خانواده کلمات رو شروع استفاده میکردن، اون موقع خب بله شروع فرمودن با شروع ماه، بله شروع ماه جدید، ماه رمضان روزه بگیرید. خب حالا شروع ماه رو چجوری ثابت بکنیم؟ دنیا عوض شده است، تکنولوژی آمده است، شروع ماه رو با تلسکوپ هم میتونیم تشخیص بدیم. با یک تلسکوپ قوی نگاه میکنن، در روز پنجشنبه میتونن ماه رو ببینن با تلسکوپ، اما با چشم معمولی دیده نمیشود، چون حدیث گفته شروع کنید. یا اینکه مثلا ناسا یک سیستمی داره، سیستم ناسا، ستاره شناس ها خیلی دقیق تولد ماه رو با ساعت و با دقیقش به ما بیان میکنن، مو هم نمیزنه، واقعا چارپ و دقیقه. اگر پیامبر خدا میفرمودن با ابتداء ماه رمضان روزه بگیرید، اون موقع ما میتونستیم که یا فرمول ناسا رو استفاده بکنیم، یا ما با تلسکوپ ببینیم، با دوربین ببینیم. اما وجود نازنین خاتم انبیا که ما روزه گرفتن رو از ایشون آموخته ایم، ایشون به ما گفتن از این چیزها امساک بکنید، از طلوع از اذان صبح تا اذان مغرب امساک بکنید، همه آداب و احکام رو از ایشون میآموزیم و حتی آغاز و انتهای رمضان رو هم از ایشون یاد گرفته ایم، ایشون میفرمایند با رؤیت ماه، صم برؤیته، با دیدن ما روزه بگیرید. بنابراین خواهران و برادران، ما باید روی همون فرمول پیامبر خدا در قسمت دین ایشون بمانیم و اون اینه که برای این که اول رمضان ثابت بشه باید رؤیت کنیم ماه را، ماه رو بدون چشم، بدون تلسکوپ، با چشم، بدون چشم غیر مسلح باید رؤیت بکنیم. این میشه رؤیت ما. پس نه حساب ریاضیات ناسا معیار هست و نه هم تلسکوپ و دوربین و این چیزها. رؤیت یعنی چشم معمولی. درست شد؟ حالا اگر شما این رو بگیرید، ریشه خیلی از اختلافات در آغاز ماه حل می شود. قسمت عمده اختلافات با این حدیث پیامبر خدا حل می شود که، پس این رو خلاصش رو عرض میکنم، پیامبر خدا فرموده اند با دیدن معمولی ما، صم برؤیته. بنابراین آغاز ما، آغاز ما، ابتدای ما پیامبر خدا نگفتند و برای ما رسمیتی ندارند، چون آغاز ما رو میتونید با محاسبات نجومی ناسا زودتر پیدا کنید با دقیقه و ثانیهش، اون برای ما معیار نیست. آغاز رو اگر می‌فرمودن شما میتونید با تلسکوپ هم نگاه بکنید، اون هم برای ما معیار نیست. پس معیار نبوی ما برای شروع رمضان دیدن هلال اول ماه رمضان هست با چشم غیر مسلح، با چشم معمولی.
این قسمت عمده ای از اختلافات رو حل می کند. یک قسمت دیگر از اختلافات هم هنوز ممکنه ایجاد بشود و اون بر سر این که عده‌ای میگویند ما ماه را دیدیم و عده‌ای میگویند ماه را ندیدیم. این رو چه کنیم؟ به عنوان مثال روز شنبه که ممکنه به احتمال خیلی زیادی ماه دیده بشه، یک عده‌ای هم روز جمعه ممکنه بخوان برن ماه رو ببینن، ماه اول شوال رو. حالا اگر چنین اختلافی ایجاد شد و عده‌ای گفتن ما ماه رو دیدیم، عده‌ای هم گفتن ما ماه رو ندیدیم، حرف کدوم میچربه؟ حرف کدوم اهمیت داره؟ خوب این رو توجه بفرمایید. شما در مثالهای معمولی احکامتون و زندگیتون همیشه یقین رو میگیرید و شک رو رها میکنید. یک قاعده فقهی هست در درس خارج، یکی از بالاترین دروس حوزه علمیه، بهش میگوین استصحاب. استصحاب یعنی این که شما اگر یک یقین سابقی دارید، این یقین سابق را نمیتوانید با یک شک لاحق باطل بکنید. یعنی یقین را فقط با یقین میتوانید باطل کنید، یقین را با شک نمیتوانید باطل کنید. اگر این میز پاک هست و شک ایجاد می شود که آیا این نجس شده یا نه، چون شما یقین قبلا داشتید که این میز پاک هست، پس این میز پاک است. با شک نمیتونید این رو با نجس اعلام بکنید. اگر شما روزه دارید، مثال دیگر، در طول روز روزه دارید، رفتید به یک شهر دیگری، ساعت هم یا دارید یا ندارید، یا اگر دارید نمیدانید زمان اذان اینجا ساعت چنده و یقین ندارید که آیا افطار شده، من یک غذای یک خرمایی بخورم یا نخورم، چکار میکنید؟ به محض اینکه هوا به تعبیر گرگومی شد و یک مقدار هوا تاریک شد، شما شروع میکنید بخوردن؟ نه، شما میگید نه، من یک مقدار احتیاط میکنم، صبر میکنم، من همین الان این خرما یا این چایم رو نمیخورم، صبر میکنم یک مقدار خاطرم جمع بشه، مطمئن بشم که روز تمام شده، مطمئن بشم که شب وارد شده است. به این میگن استصحاب. یعنی شما یقین داشتید که روز بوده، اما این روز آیا شب شده یا نشده هنوز شما شک دارید، شبهه دارید، میگید شاید هوا ابریه، شاید هوا گرگو میشه، بذار یه خورده احتیاط کنم. یک چند دقیقه دیگه که احتیاط میکنید، صبر میکنید، اون موقع یقین پیدا میکنید، بله دیگه الان هوا تاریک شده و خیالم راحته، با خیال راحت من الان این خرما رو نوش جان میکنم و افطار میکنم. به این میگوین استصحاب. مثال دیگر، اگر یک لباسی یقین دارید نجس هست، شما به چشمتون دیدید این لباس نجس شده، خب حالا شک دارید که آیا کسی آمد این لباس رو بردارد و بشورد و خشک بکند و من الان بردارم این لباس رو بپوشم باش نماز به جا بیاورم یا نه، چون شما قبلا یقین داشتید بر نجاستش، به چشم خودتون دیدید، شما نمیرید این لباس رو بردارید و نباید شرعاً این کار رو بکنید و باش نماز بخونید. چرا؟ چون شما یقین پیدا نکردید که این نجاست، این لباس نجس رو کسی شسته است. اما اگر یقین پیدا کردید، اون موقع این یقین لاحق شما اون یقین سابق را شکست میدهد. درست شد؟ به این میگوین قاعده استصحاب. حالا در ابتدای قبل از ماه مبارک رمضان که ماه شعبان هست، همه یقین دارید شما که ماه شعبان هست، حالا شک میکنید که رمضان شده است یا نشده است، باز قاعده استصحابه. شک میکنید رمضان شده فردا یا نه، فردا آخر شعبان هست، فردا سیوم شعبان هست یا فردا اول رمضان هست، شک دارید، باز استصحاب میکنید. چون شک دارید باید شما همون شعبان رو حساب بکنید، چون شعبان بودن این که این ماه شعبان هست که شکی درش نیست. یا رمضان هست، الان که ماه رمضان هست ملت روزه میگیرن، آیا فردا، آیا ماه دیده شده؟ رمضان تمام شد، ماه شوال شروع شد، عید فطر شد، یا نه هنوز رمضانه؟
شما وقتی میتونید عید بگیرید که یقین داشته باشید که رمضان تمام شده، چون در رمضان هستید، در بودن رمضان شما یقین دارید، اما در این که شوال شروع شده یا نشده شک دارید. با شک نمیتونید یقین رو شکست بدید، با یقین باید یقین رو شکست بدید. به این فرمول میگن استصحاب. خب حالا دو نفر رفتن که ماه رو ببینن که آیا عید فطر شده یا نشده، به عنوان مثال. این دو نفر دیدن، میان میگن بله ما رفتیم دیدیم، و دو نفر دیگه هم رفته بودن که ببینند، و این دو نفر آمدن به شما گزارش دادن ما رفتیم که ماه رو ببینیم، ماه نبود، هلال ماه نو نشده، عید فطر نشده. شما حرف کدومی که از این دو طرف رو میتونید قبول بکنید؟ اولا دوستان باید مطمئن بشوید که اینها عادل هستن، و شهادت که از هر کس قبول نیست، مخصوصا برای یک چنین مسئله مهمی طرف باید عادل باشد، یعنی مردم اون رو به تقوا و صداقت و عدالت بشناسند، شهادت بدن، از هر کس قبول نمی شود. حالا اگر آمدید و همچین دو نفر عادل با تقوایی که مردم به صداقت اونها شهادت می دهند رفتن آمدن گفتن ما ماه رو دیدیم، حرف اینا معتبره، به شرط این که در اون سمت دو نفر دیگه عادل و با تقوا پیدا نشود که بگوید ما رفتیم ماه رو ببینیم، ماه دیده نشده، هلال ماه دیده نشده است. اگر اینطور شد بین این دوتا گروه تعارض ایجاد می شود. وقتی تعارض ایجاد می شود، هر دوتا عادل هستند، هر دو گروه دو نفری یا بیشتر عادل هستند، با تقوا هستند، راستگو هستند، مردم به عدالت و صداقتشون شهادت می دهند، حالا بین این دوتا گروه اختلاف ایجاد شده، حرف کدوم رو شما قبول می کنید؟ حرف اونی که یقین سابق رو تأیید می کند. یقین سابق الان ماه رمضانه، شب رفتن دو تا گروه دیدن، چهار نفر دیدن، دو نفر همه هر چهار نفرشون هم عادل هستن، هر چهار نفرشون هم مسئله دان هستن، میدونن که چجوری باید نگاه کنن، چه زمانی باید نگاه کنن، به کدوم نقطه باید نگاه بکنن تا ماه رو رؤیت بکنن، مسئله دان هم هستن، فرض کنید همه اینا هست، هر چهار نفرشون جامع شرایطن برای رؤیت ماه. حالا اینا آمدن، اگر دو نفر گفتن ما دیدیم، دو نفر گفتن نه خیر آقا جان هنوز ماه نو نشده، ما خیلی کوشش کردیم نتونستیم ببینیم، شما باید بر اون یقینتون بمانید، هر ماهی که هست باید بر همون ماه بمانید. مثلا الان ماه رمضانه، اختلاف بین این دوتا گروه سر عید فطره، شما باید بمانید بر رمضان. چرا باید بمانید بر رمضان؟ چون در یک سمت در پله رمضان شما دو تا وزنه دارید، در پله عید فطر یک وزنه دارید. در پله رمضان دو تا وزنتون چیه؟ یک، دو تا عادل رفتن ماه رو ببینن گفتن دیده نشده، ماه هنوز نو نشده. دو، قاعده استصحاب. قاعده استصحاب هم در پله رمضان شما هست. در پله رمضان شما یقین دارید که رمضان هست، یقین دارید. حالا این یقین رو که نمیشه که با یک شک و با یک شبهه برطرف بکنید، یقین رو باید با یقین شکست. پس این پله عید فطریا فقط یک دلیل دارن، دو نفر عادل دیدن، دو نفر عادل دیدن، ایسم دو نفر عادل رفتن ندیدن، به علاوه به اضافه ماه رمضان هم طبق قاعده استصحاب ثابت میشود. خب بازم توجه بفرمایید، حالا اگر این دو تا عادل رفتن دیدند گفتن ماه نو شده، اما دو تا عادل دیگر پیدا نشد که با اینا مخالفت بکنه، یعنی فقط دو نفر رفتن یا سه نفر رفتن، هر سه نفرشون دیدن، دو تا عادل دیگه پیدا نشده با اینا بگه که ما هم رفتیم ماه رو رؤیت کردیم اما ندیدیم، وقتی مخالف پیدا نشد، اون موقع حرف این دوتا عادل می شود حجت شرعی و شما باید حرف این دوتا عادل رو قبول بکنید. درست شد؟ این خیلی مهمه.
خب یک ظرافت دیگه، یک نکته ای عرض می کنم دوستان، و اون این که اگر از این دو عادل که رفتن ماه رو رؤیت کردن آمدند، دو عادل دیگر رفتن ماه رو رؤیت کردن، ماه گفتن نو نشده ندیدیم، تکلیف این دو عادل چیه؟ خود این دو نفر چیکار کنن؟ خود این دو نفر باید به علم و یقین خودشون عمل بکنند. پس بنابراین شما به عنوان یک مؤمن اگر خودتون رفتید و ماه رو با چشم غیر مسلح دیدید، تکلیف شما روشن شد. فردا برای شما اول ماه هست، برای شخص شما. اما اگر شما نرفتید و ماه رو به چشم خودتون ندیدید، اون موقع تکلیف شما چیه؟ تکلیف شما اینه که ببینید دو عادل، دو شاهد عادل چه میگوین؟ دو نفر عادل که رفتن ماه رو رؤیت کردن، در صورتی که دو عادل دیگر با اونها مخالفت نکنند، حرف اون دو تا عادل برای شما میشه بعد حجت شرعی. و همون گونه که میدانید خیلی از شما دوستان، یک هیئت هلالی داریم در آمریکای شمالی که علما و وکلای مراجع معظم تقلید در ابتدای هر ماه، مخصوصا ماهای مهم مثل محرم و رمضان و رجب و شعبان، با هم در تماس هستیم و هر کدوم در یک ایالت خاصی، در یک منطقه جغرافیایی متفاوتی ماه رو رؤیت میکنیم و نتیجه رو با همدیگه صحبت میکنیم و بر اساس اون اعلام میکنیم. انشاءالله برای عید سعید فطر هم همین برنامه برقرار خواهد بود و ما خدمت شما خوبان اطلاع خواهیم داد، بعد از اینکه دوستان و مؤمنین از نقاط مختلفی رؤیت بکنند و ما هم انشاءالله کوشش میکنیم که رؤیت بکنیم و انشاءالله ما حاصل این هیئت هلال رو خدمت شما بزرگواران اطلاع خواهیم داد. خود بعضی از دوستان ممکنه که در سوشال میدیا، حالا واتساپ و تلگرام و فیسبوک و اینها، عکس ماه رو بگیره، کسی بفرسته بگه مثلا ببینید این ماه دو روزه بوده، این ماه هلال ما بزرگ هست، الان هلال ماه بزرگه، بنابراین مثلا شنبه اول رمضان نبوده و جمعه اول رمضان بوده. چرا؟ چون مثلا ما روز جمعه که ماه رو دیدیم، روز شنبه که ماه رو دیدیم، ماه دو روزه حساب میشه. این یک مبنای علمی ندارد که ماه دو روزه حساب میشه، ماه سه روزه حساب میشه. این فرمول نیست دوستان. فرمول ما چی هست؟ فرمول ما سایز ما نیست. ای که ماه چه سایزی داره، این تو قاعده پیامبر خدا گفته نشده. دوباره قاعده پیامبر خدا این هست که اگر ماه رو با چشم غیر مسلح دیدید، فردا اول ماهه. این که امشب ندیدید اما فردا شب رفتید و دیدید، ولی یک مقدار ما مثلا چاقتر و بزرگتر بود، پس بنابراین معلوم میشه که دیروز مثلا ماه بوده. نه، اینجوری نمیشه. چرا؟ به جهت این که ممکنه امشب ماه دیده نشه اما ماه دو ساعت بعد، یعنی ساعت ده شب متولد بشه. اگر ماه ساعت ده شب متولد بشه، به لحاظ استرونومی و ستاره شناسی، فردا شب شما اون ماه رو بزرگ میبینید. اما اگر ماه امشب دیده نشده، فردا ساعت دوی بعد از ظهر متولد شده و شما ساعت هشت دیدید، ماهی که فردا ساعت دوی بعد از ظهر متولد شده خیلی باریکتر هست از ماهی که امشب ساعت ده یازده شب، که شما امشب ندیدین ساعت هشت دیگه، غروب ندیدین، ولی دو ساعت بعد از غروب متولد شده. دو ساعت بعد غروب متولد شده، برای فردا شب این ماه فربه هست. و باشه فربه، چه اشکال داره؟ دلیلی بر این نمیشه که شما ما روز قبلیش اول ماه بوده. این رو توجه بفرمایید. یا حتی بعضی از دوستان در نیمه ماه رمضان، یادم هست بعضی از عزیزان ما عکس فرستادن که مثلا حالا این نیمه ماه رمضان، مثلا امشب شب
چهاردهم هست، شب سیزدهم نیست. چرا؟ مثلا این هلال ما خیلی بزرگ و خیلی روشن و خیلی کامل هست قرص ما. یک عکس هم گرفتن مثلا فرستادن، پس بنابراین امشب شب چهاردهم هست نه شب سیزدهم. این هم معیار نیست. ممکنه که یک ماه نیمه ما دو شب کامل باشه، دو شب بسیار شفاف و نورانی باشه، چه اشکال داره؟ ما پس اصول ما چی هست؟ اصول ما سایز ماه نیست. اصول ما، اصل ما، فرمول ما این که در اول ماه سایز ماه چقدر باشه، این هم نیست، به جهت این که گفتیم با مثال زدیم با تولد فرق میکنه. بنابراین فرمول ما این هست که در اول ماه با چشم غیر مسلح دیده شود.